مهمترین خبرهای روز. جواب حمید خراسانی به فرمانده حسیب به تعویق افتادن بازی‌های پنج روزی میان استرالیا و افغانستان و در اخیر متوقف شدن فعالیت فروشات آنلاین زنان در کابل. خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای چینل وان اسمان. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. جواب حمید خراسانی به فرمانده حسیب. آمر امنیت ولایت پنجشیر به گفته های یکی از فرماندهان جبهه مقاومت واکنش نشان داد. به گزارش سپوتنیک حمید خراسانی، آمر امنیت پنجشیر در واکنش به گفته های حسیب قوای مرکز و یکی از فرماندهان جبهه مقاومت میگوید هر آن که علیه طالبان ایستادگی کند سرکوب خواهد شد. صبح دیروز ویدیویی از جبهه مقاومت به نشر رسید که فرمانده حسیب قوای مرکز گفت که بیشتر از ولسوالی‌های ولایت پنجشیر تحت تصرف مقاومتگران است و به مقاومت علیه طالبان ادامه خواهند داد. در همین حال خراسانی در جواب به حسیب گفت کجا هستید؟ مثل موش‌ها در غارها پنهان هستید، سرکوب خواهید شد. وی به مقاومتگران میگوید هر جا باشید به سراغتان میاییم و بغاوتگر زیر هر نامی که در برابر امارت اسلامی سر بلند کند سرکوب می شود. عبدالحمید خراسانی به حسیب لای پنجشیری کجا هستید مثل موش در غارها پنهان هستید، سرکوب خواهید شد. آمر امنیت پنجشیر در نوار تصویری که در اختیار آماج قرار گرفته می گوید هر جا باشید به سراغتان می آییم و بغاوتگر زیر هر نامی که در برابر امارت اسلامی سر بلند کند سرکوب می شود. در امین حال طلوع نیوز می نویسد بازی های پنج روز میان استرالیا و افغانستان به تعویق افتاد. برد کرکت استرالیا دلیل تعویق بازی های پنج روز تست را ممنوعیت بر فعالیت کرکت زنان افغان گفته است. برد کرکت کشور روز جمعه اعلام کرد که بازی های پنج روز میان افغانستان و استرالیا که قرار بود به تاریخ 27 نوامبر برگزار شود به تعویق افتاده است. به گفته این برد در پی این تعویق بازیکنان تیم ملی زمان بیشتری برای تمرینات خواهند داشت تا از آمادگی های بهتر برای مسابقات برخوردار شوند. نصیب خان رئیس اجرایی برد ملی میگوید که این تصمیم از سوی برد در دو کشور گرفته شده است. او گفت بر اساس توافق دو جانبه بازی های تست افغانستان با تیم کرکت استرالیا به تعویق افتاد. ما درباره اینکه چه وقت و چگونه این بازی ها در آینده برگزار شوند در ملاقات های بعدی تصمیم خواهیم گرفت. از سوی هم خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده است که استرالیا به دلیل ممنوعیت بر کرکت زنان افغان این بازی ها را به تعویق انداخته است. برد کرکت استرالیا در یک اعلامیه گفته است که ساز مشوره ها با طرف های دخیل برد کرکت استرالیا و افغانستان تصمیم گرفتند که بازی های افتتاحیه تست را به تعویق بیندازند. این در حالی است که متوقف شدن فعالیت فروشات آنلاین زنان در کابل، مینا و بیش از 100 کارمندش بیکار شدند. پس از تسلط طالبان بر کابل بیشتر فروشات آنلاین زنان که طی سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری کرده بود از فعالیت بازمانده است. سهولت خرید آنلاین بسیاری را تشویق به خرید و فروش آنلاین کرده بود، مخصوصا در روزها و ماهای قرنطینه بازار خرید و فروش آنلاین در کشور گرم بود. مینا نوری یکی از جوانان بنیانگذار خرید و فروش آنلاین است. او 4 سال قبل فعالیتش را در کابل آغاز کرد. با رونق گرفتن کار و به دست آوردن اعتماد مردم، مینا در کنار فروشات آنلاین لباس تجارتش را با سرمایه گذاری 150,000 دلار رونق داد. او 120 کارمند زن و دختر در بخش های مختلف داشت. در اولین روزی که کابل به دست طالبان افتاد، خانم مینا با در نظر داشت مسئولیت خود از خانه بیرون نشد و کارمندانش را نیز به خانه فرستاد. بعد از گذراندن روزها در سردرگمی و تشویش تصمیم میگیرد از خانه بیرون شود.
خانمیه تا زمانی که ممانعت کاری از سوی کسی دریافت نمی کند در کابل می ماند و بر ادامه تجارت خود پیش بین بود. او نه تنها مصروف فروش آنلاین و دکان بود، بلی یک سال قبل بنیاد خیریه به نام نوری نیز تأسیس کرد که برای مردم نیازمند دست کمکی باشد. این بانوی جوان در حال ساخت کارخانه لباس برای زنان بی‌بضاعت و نیازمند بود تا آنها نیز منبع درآمد داشته باشند و مستقل زندگی کنند. مین نوری ادعا می‌کند پس از آن که طالبان دو عضو خانواده‌اش را مورد بازپرس قرار می‌دهند، ناچار می شود کشور را ترک کند. مینه مثل دیگر زنان صاحب کسب و کار امیده و برخورد از حقوق اساسیش تحت حاکمیت طالبان ندارد. مینه در صحبت با روزنامه اشت ساب گفت: من روزها منتظر بودم تا ببینم طالبان چه تصمیم می گیرند، آیا می گذارند به کارم ادامه بدهم یا نه، اما دیدم که تغییر در رفتار آنها نیامده است. در سالهای اخیر زنان و دختران بیشتری وارد کاروبار در سکتور خصوصی شده بودند، به ویژه بیشتر زنان مستقل و مجرد از این طریق امرار معاش می کردند. بر اساس آخرین آمار اتاق تجارت و صنایع، 1400 نهاد تجارتی کوچک توسط زنان اداره می شود و زنان بیش از 300 میلیون دلار در عرصه های مختلف در کشور سرمایه گذاری کردند. در حال حاضر بیشتر زنان اجازه کار در بیرون از خانه را ندارند. واقعیت تلخی که زنان نمی توانند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره کشور و تصمیم گیری های زندگی دست یابند. نابرابری جنسیتی را بیشتر از هر وقت دیگر به وجود آورده است. خانم معصومه 27 ساله در ماه قبل سال 1399 برند لباس افغانی خود را ساخت. او استوار برای رسیدن به هدف خود ایستاده بود و لباس های وطنی دست ساخت به شکل آنلاین عرضه می کرد. خانم معصومه از درآمدی که به دست می آورد راضی بود و تصمیم داشت که کسب و کارش را رونق بدهد. این می گوید: شوهرم بیکار شده بود، من که معلوم بودم معاشم از 10,000 به 7,000 پایین آمد. فقر و ناامنی مانع خرید و مردم و ادامه کار من شده است. کجا باید از بار این زمان بگریزم؟ با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود. الله حافظ و نگهدار شما باد.